در سالهای اخیر فقر اقتصادی و بیکاری در کشور افزایش یافته. طبق برخی گزارش ها بیش از نیمی از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. فقر، جنگ و فرار سرمایه ها از جمله عواملی است که باعث بیکاری در کشور شده است. با این حال زنان در ولایت فراه نیز از نبود کار و حضور کمرنگ در نهادهای دولتی شکایت دارند. کبرا عظیمی رئیس امور زنان ولایت فراه میگوید که دولت در امر زمینه‌سازی کار برای زنان ناکام بوده است. خانم عظیمی افسود که هر سال گروه عظیمی از دانشجویان به خصوص دختران از دانشگاه‌های کشور فارغ می‌شوند، اما زمینه کاری برایشان مساعد نیست. وی همچنان افسود که مشارکت زنان تحصیل کرده در نهادها و ادارات دولتی در این ولایت کم رنگ است. گروه بسیار کلانی از دختر خانم ها از پوهنتون ها فارغ میشه، از دارالمعلمین فارغ میشه، ضمن از اینکه در ولایت فراه ما پوهنتون ها داریم و دخترها سالانه فارغ میشن از اونجا، مرد و زن بچه و دختر از پوهنتون ها فارغ میشه. از ولایت هرات محصلین ولایت فراه هستن، در ولایت کابل هستن، در دیگه ولایت هستن که اینا یک کتله عظیمی از خانم ها رو از مرد و زن داریم که اینا فارغ میشن. منتها وقتی اینا میایم به بخش ازی که کار پیدا کنه، وظیفه اجرا بکنه، در این قسمت اونا میمانه. در این حال فعالین مدنی ولایت فراه طبق قوانین نافذه کشور 30% حضور زنان در ادارات دولتی را الزامی میدانند. آنها میافزایند که دولت مکلف است که برای تمام زنان واجد شرایط زمینه کار را مساعد سازد. افغانستان هم خپل کوشش او زحمت یستلی په قانوني لحاظ باندې تقریبا 10% وندې ورکړې د شوز ته چې په اداراتو کې، یعنی دا وندې حتمی دي چې باید وي، اما دا چې زیاتره تو پر اساس باندې دوی وندې زیاتیږي په هغه عمر اندازه باندې زموږ ټولنه خپل هغه ارتقایي او خپل انساني دریست رسیږي. از سوی دیگر اما آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی این ولایت میگوید که اغلب اوقات آنها اولویت در استخدام مامورین ادارات خدمات ملکی فرا را به زنان دادند. همچنین خانم مشعل افسوده علت اصلی افزایش بیکاری زنان در این ولایت عدم اجازه کار برای زنان از سوی خانواده هایشان است. که خانم ها بیاین به ادارات خدمات ملکی، جذب ادارات خدمات ملکی شوند. ما خانم های زیادی داریم که هم لسانس است و بعضی کسایی هستند که برای علاوه لسانس بودن خود تجاره هم دارن، اما نظر به شرایط محیطی و مسائل خانوادگی او نمیتونن که بیاین. این در حالی است که شرایط محیطی و مسائل خانوادگی از جمله مواردی گفته می شود که باعث حضور کمرنگ زنان در نهادها و ادارات شده است.